لذت و عشرت از کتاب پیامبر اثر جبران خلیل جبران برگردان حسین الهی قمشی دوستان وقت گلان به که به عشرت کوشیم سخن پیر مغان است به جان بنیوشیم لذت سرود آزادی است اما نفس آزادی نیست لذت شکوفه های آرزوست اما میوه آن نیست لذت ژرفایی است که ما را به بلندا میخواند اما خود نه ژرف است و نه بلند لذت قفسی است که در فضا بال گرفته اما بی حجاب با فضای بیکران پیوند ندارد آری به حقیقت لذت یک سرود آزادی است و من آرزو می کنم که شما آن سرود را با تمامی دل بخوانید اما چنین نمی خواهم که دلتان را در آن سرود گم کنید بعضی جوانان شما لذت را چنان به شوق می جویند که گویی زندگی همین لذت است و مردمان به داوری می نشینند و ایشان را ملامت می کنند من نه در کار آنان داوری می کنم و نه داغ ملامت بر دستشان می نهم بلکه رها می کنم تا خود راهشان را بجویند زیرا آنان به هر حال دختر صاحب جمال لذت را به کف می آورند و او هیچگاه تنها نیست بلکه آن دختر را 7 خواهر است که کمترینشان در جمال از لذت بیش است شما داستان آن مرد را شنیده اید که در زمین به دنبال ریشه علف می گشت و گنج پیدا کرد برخی از بزرگترین شما لذت‌های پیشین خود را با ندامت یاد می‌کنند مانند کارهای خطایی که در مستی مرتکب شده اند اما ندامت تیره کردن آسمان دل است نه تنبیه کردن نفس آنها باید لذات گذشته را با شکر و سپاس یاد کنند چنان که گویی خرمن تابستان را درو می کنند با این همه اگر ندامت به آنها آرامش می دهد بگذارید به آرامش رسند و در میان شما کسانی هستند که نه چندان جوانند تا لذتهای شباب را بجویند و نه چندان سال خوردند که به خاطره‌ای دلخوش دارند و در این ترس که از جستن لذت و یادآوری لذات پیشین دارند به کلی از لذات پرهیز می کنند مبادا که از روح غافل شوند و او را بیازارند اما باز همان پرهیز ایشان را مایه لذت است و بدین سان آنها نیز به گنج می رسند هرچند که با دستهای لرزان در جستجوی ریشه زمین را می کاوند. ولی به من بگویید کیست که بتواند روح را بیازارد؟ آیا عندلیب شبخوان آرامش شب را برهم خواهد زد یا شب‌پره ستارگان را خواهد آزرد؟ آیا آتش و دود شما باری بر دوش باد خواهد بود؟ آیا تصور کرده اید روح یک برکه راکد است که بتوان با چوب دستی آن را دچار تلاطم کرد؟ اغلب چنین است که وقتی شما خود را از لذتی باز می دارید آرزوی آن لذت در نهانخانه وجودتان باقی می ماند کسی چه می داند؟ شاید آنچه امروز ترد می شود در انتظار فردا می نشیند حتی جسم شما میراث خود را خوب می شناسد و نیازهایی را که حق اوست درک می کند و فریب نمی خورد.
و بدن شما چنگ روح شماست و این با شماست که از آن چنگ آهنگهای خوش برآورید یا صداهای آشفته و ناهنجار به گوش ها رسانید. اکنون ممکن است در دل بپرسید از کجا دریابیم کدام لذت ما را شایسته است و کدام لذت ما را روانی است. شما در دشت ها و باغ های خود گشت و گذار کنید تا این نکته را دریابید. لذت زنبور عسل در این است که شیره گیاهان نوش کند و شهد و عسل بیرون آورد و لذت گل نیز در این است که شهد وجودش را به زنبور تسلیم کند. برای زنبور گل چشمه زندگی و برای گل زنبور پیام‌آور عشق است و برای هر دو دادن و گرفتن لذت یک نیاز و یک وجد و شادی است. ای مردم، در کسب لذات خود مانند گلها و زنبورهای عسل باشید. عشرت شبگیر کن، می نوش کاندر راه عشق شبروان را آشنایی هاست با میر عسس.